جستجوی معنا. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی سوزنده پا بر جاست. گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، و نه خاموش است و خاموشی گناه ماست. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله‌ها را هیمه سوزنده. جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای روی آزاده، بیدری قفکنده روی کوه‌ها دامان، آشیان‌ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه‌ها در سایبان‌های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش سربلند و سبز باش ای جنگل انسان. با درود خدمت شما بینندگان عزیز و با احترام و عشق به حرمت انسانی، برنامه دیگر از سری برنامه‌های در جستجوی معنا رو از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضورتون میکنم. در هفته گذشته پرسش‌هایی رو با من مطرح کردید بر روی دستگاه پیامگیرم از طریق پیام‌های فیسبوک و ایمیل. متشکرم از نظراتی که دادید، خصوصا آن دست از دوستانی که نظرات اصلاحی داشتن. پوزش میخوام از کیفیت دیداری و شنیداری برنامه. سپاسگزارم از جناب دکتر نوریزاده که تمام تلاششون رو همراه با کادر فنیشون دارن انجام میدن تا این برنامه به بهترین نوع ممکن به منازل شما بیاد. همونجور که قبلا عرض کردم، به یاد داشته باشید این برنامه از لس آنجلس و به وسیله اسکایپ به تلویزیون مادر، به اصطلاح استودیوی مادر در لندن میره و از اونجا برای شما رله میشه. در نتیجه اگر قصوری هست میبخشید. به زودی قرار هست که برنامه ها در استودیوی لس آنجلس، به اصطلاح استودیوی در لس آنجلس ضبط بشه. و پرسیده بودید برای تلفن. همین امروز جناب دکتر نوریزاده صبح به من زنگ زدن و فرمودن که تا چند هفته دیگر در صدد هستن که تلفن ها رو داشته باشیم در برنامه و شما بتوانید به صورت مستقیم، به طور مستقیم با برنامه در تماس باشید. باز مایل هستم که عرض کنم برنامه آرامش درون نخستین برنامه بود در نوع خودش که ارتباط مستقیم با بیننده و شنونده رو آغاز کرد و من این برنامه رو 15 سال پیش در اختیار شما عزیزان گذاشتم. اتفاقا از برنامه هایی که بسیار دوست دارم، زیرا از شما میآموزم و دل به مهرتون دارم و به هر حال برنامه ایست که ثمر بخش هست برای من حتی بیشتر. اما برنامه در جستجوی معنا باز برنامه ایست که قدمتی داره همزمان با برنامه در جستجوی در آرامش درون. خدمت شما اومده 15 سال به سال به جامعه ایرانی خدمت میکنه و در اون مصاحبه های انجام شده همیشه با متفکرین، نویسندگان، روانشناسان، روانپزشکان و به هر حال بزرگان و برجستگان جامعه که نظراتشون ما رو به پیدا کردن معنا در زندگی خودمون راهنمایی و کمک کرده. متاسفانه باز به دلایلی که برشمردم در ابتدا
این امکان نیست، اما این برنامه مستقلا خواهد بود جدا از برنامه آرامش درون، و باز در اونجا مهمانانی خواهیم داشت. اما امروز پرسیده بودید که هدف این برنامه چیه. من تصور کردم که در هفته پیش به تفصیل عرض کردم، خیال ندارم دوباره به اون بپردازم. اگر ندیدید برنامه رو، بر روی یوتیوب و فیسبوک خواهد بود، میتونید مراجعه کنید. اما پرسش دیگرتون این بود که آیا ما قرار هست پرسشی در این برنامه پیدا کنیم برای معنای زندگی؟ خیر، همچنان که زندگی پویاست و از زمان تولد و تا زمان که حیات انسان به پایان میرسه، حیات جسمانی انسان به زعم بسیارانی و به هر حال از این جهان رخت برمیبندیم، مقصدی وجود نداره. تمام مسیر راه هست، منتها این راه فراز و نشیب هایی داره که ما خودمون رو براش آماده می کنیم و سعی می کنیم با کم و بیشش به خوبی یا به نحو احسن که برای ما مقدوره کنار بیاییم. اما جستجوی معنا همیشه برای انسان هست. انسان بدون معنا نمیتونه به حیاتش ادامه بده، میتونه ادامه بده البته، ولی بسیار بورینگ، خسته کننده و دلسرد کننده هست. به همین دلیل لازم هست که هر شخصی، همجور که قبلا گفتم، برای خودش معنی در زندگیش پیدا کنه. ولی اگر به قول معروف بخواهیم یک نظر کلی رو اینجا بهش بپردازیم، همانا مسئله خدمت هست که چه در فلسفه و چه در روانشناسی همیشه نشان داده که راه رستگاری و خوشنودیه. حتی اگر در اون زمانی که انسان کمکی رو انجام میده ازش لذت نمیبره، مثلا برای پزشکی که سفر میکنه به نقاط دور جهان و میره به کشورهای بسیار در زحمت، جهان سوم، دهاتهای افریقا و غیره، و اونجا به معالجه بیماران سخت میپردازه یا کودکانی که بسیار در حال بیماری های سخت هستند، در اون لحظه البته که رنج داره، زحمت میکشه، خودش احتمالا بیمار میشه و غیره و غیره، اما اون رضایت خاطری که بهش میده همان معنی است که او در زندگی برای خودش پیدا کرده و ازش انرژی میگیره که زندگی رو به نحو دیگری، معقولتری و بهتری پیش ببره. پس شما در طی این برنامه ها از شنیده هاتون در مصاحباتی که من با دیگران خواهم داشت، به گوشه کنار و زوایای زندگی اشخاصی پی میبرید که اونها معنی زندگی رو چگونه دیدن، چگونه پذیرفتن و چگونه تونستن به وسیله اون بر مشکلات و مسائل عدیده‌ای که در راه هر بشر، راه هر انسانی هست، فائق بیان. اما از اینها که بگذریم، 25 آذر دوشنبه روز مادر بود. متاسفانه شنیدم که روز مادر رو در ایران دیگه برگزار نمی کنن، لااقل 25 آذر رو برگزار نمی کنن، یا کلن از برگزاری روز مادر منصرف شدن مردم، یا دستگاه حکومتی به نوعی این روز رو با روزهای دیگه تعویض کرده. شما می دونید که بزرگترین و مهمترین نقش هر نقش در جامعه انسانی،
نقشی است که مادر داره، زیرا هموست که انسان ساز است. مادر، البته زمانی که مادر نیست کر دهنده، یعنی کسی که بچه رو مسئول پرورشش هست نقش مادر رو بازی میکنه، میتونه به همون میزان اهمیت داشته باشه نقشش و داره. اجازه بدید که روز مادر رو خدمت مادران ایرانی و پدرانی که نقش مادر رو ناچار بودن بازی کنن و مادر و پدر خوبی بودن، از جمله مامان عزیز و خوب خودم، تبریک عرض کنم. قدردان همه محبتات هستم مادر جون، مامان خوب و عزیزم، خودم و فرزندانم، و قدردان همه شما مادران عزیز ایرانی هستم که در روزگار اکنون ایران که متاسفانه روزگار نه تنها خوبی نیست، بلکه روزگار سختی ها و مشقات عدید است، چه برای مادرانی که در ایران هستند که بی نهایت مشکل تر و سخت تر هست، و چه مادرانی که خارج از ایران هستند و وظیفه مشکل انسانسازی رو در دو فرهنگ به عهده دارند. این داستان بهشت زیر پای مادران است. در اگر بخوایم از دید روانشناسی به اون نگاه کنیم، در واقع بیانگر این واقعیتی که مادر اجر و مقام و موقعیتی بسزا و متفاوت از هر انسان دیگر داره. مادر از زمانی که جنین رو در بطنش پرورش میده، مسئولیت خطیری رو به عهده میگیره و اگر آگاه و مهربان باشه، انسانی خوب میتونه به جامعه تحویل بده. مادرانی که در طی بارداری اما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند، از جمله یار مهربانی در کنارشون نیست، به قول معروف گوشه زدم به آقایونی که در زمان بارداری مخصوصا متوجه این امر خطیر نیستن که اون موجود دلبندی که مادر او رو حمل میکنه، مغز او، وجود او بستگی داره، رشد او بستگی داره به آرامش و آسایش و به اصطلاح تغذیه جسمانی و روانی مادر. پس بانوان باردار بیشتر از هر زمان، خصوصا به دلیل جابجا شدن هورمون ها و باز به خاطر حمل شیء بسیار و موجود بسیار شکننده و عزیزی که دارن، باید رسیدگی بشن، ترخوش بشن، محبت بهشون بشه، دست نوازش بیشتر از هر موقع، و به اونها کمک بشه که این نه ماه رو کمی راحت تر سپری کنن. و سپس بلافاصله بعد از تولد هست که اون مرحله نخست رشد روانی انسان آغاز میشه، که باز در دست مادر هست که چگونه اعتماد و اطمینان رو در یک سال اول رشد انسان در او به وضعیت بگذاره و نهادینه کنه. حال اگر مادر این توانایی رو نداشته باشه، اینجا روی سخنم برمیگرده به مادرها، مادرهایی که کمی ناآگاه هستن یا خیلی ناآگاه هستن، بسیار مهم هست که شما با چند و چند پرنتینگ و چگونگی مادری آگاه بشید. یک سال و نیم اول در واقع مهمترین زمانی است که تنها دست مادر هست که انسان رو چگونه پرورش بده. متاسفانه من بسیار
به مراجعینی برمیخورم که از رابطه با مادر بریدن. مادرانی به من مراجعه میکنن و گلمند هستن و اشک میریزن که من فرزندم رو تربیت کردم، بزرگ کردم، پرورش دادم، گاه به تنهایی، گاه در شرایط بسیار سخت هستن مادران، گاه حتی با جانشون بازی کردن که جون فرزند رو نجات بدن و حال فرزند از اونها سراغی نمیگیره و التفات و لطف و مهری نداره. البته با توجه به اینکه مادر مسئول پرورش اون فرزند بوده، میتونیم نقش مادر رو در این زمینه ببینیم که احتمالاً چه خطاها و چه اشتباهاتی پیش اومده. ولی دوست دارم که شما جوانان عزیز و دختران و پسرانی که احتمالاً رابطه ناقصی با مادر دارین هم اینجا به اصطلاح خیلی خوشحال نشید که یه روانشناس گفت خب مادر نقشی داشته در این رابطه ناقص. مهربانی فرزندان نیز، مخصوصا فرزندانی که به سن بلوغ رسیدن، لازم است. من کسی رو سرزنش نمی کنم. می دانم که و دیدیم و دیدم و مرتب در مطبم بر می خورم به افرادی که در کودکی صدمات بزرگی خوردن و نخستین کسی که این صدمات رو به او وارد کرده شخصی نبوده جز مادر. اما شفقت و مهر به انسان میگه که با انسان دیگر، حتی اگر مادرت هم نباشه، به خوبی و عشق و انسانیت رفتار کنی. ممکن است بگید اینها رو مادر به من نداده، متوجه هستم. اما اگر ندارید، اگر احساس رعوفت و محبت و عشق ندارید، یعنی اینکه خودتون را هم دوست ندارید، پس کمک بگیرید و بعد بتونید ببخشید. البته باز در اینجا باید عرض کنم که رابطه مزاحم بد هم نباید انسان زیر بارش بره، زیرا اگر من در برخورد با مادرم اذیت میشم، مطمئنن او رو اذیت هم خواهم کرد. پس در اینجاست که باز مادران هستند که باید کمی تحمل کنند و اجازه بدن که فرزندان آنگونه که راحت هستند با مادران معاشرت داشته باشند. یعنی نخواهیم که اونها هر دقیقه هر روز با ما باشند، به ما سر بزنند. عرض کنم که اگر ازدواج کردن، حالا تمام رمز و رموز زندگی رو با ما در میان بگذارن، اگر نذارن فرزندان نامهربانی هستن. یادمون باشه هر رابطه‌ای دو سو داره، خیابانی است دو طرفه، داد و ستدی است. البته عشق مادر تنها عشقی است که بلا شرطه، یعنی درش انسان در انتظار رسیدن جایزه یا برگشتی نیست وقتی عشق رو نثار میکنه و میده. ببخشید. اما رابطه فرزند با مادر چه بخواهیم چه نخواهیم چنین نیست. فرزندان وظیفه من نیستن که خوشحالی و رضایت ما رو حتما به عهده بگیرن. الان به یاد یک پرسش افتادم دوباره در مورد برنامه هفته گذشته که به این مطلب هم البته مربوط میشه. در باره مرحله خودشکوفایی و یا سلف اکچوالیزیشن که انسان به بلوغ انسانی میرسه، اونجا هست که اخلاق به طور ملموس و حقیقی خودشو نشون میده و البته اخلاق برگرفته از زبان و فرهنگ هست. و اگر
شخص در فرهنگ و محیطی بارور پرورش یافته باشه، در اینجا دهنده میشه، بخشنده میشه، مهربان میشه، به فکر دیگران هست و از این کارها لذت میبره. یعنی از دوره طفولیتش که در زمان تولد میدونید که کودک انسانی حداقل در یک ماه اول کاملا خودمحوره و جز خودش کسی رو نمیبینه و نمیشناسه و نمیدونه، و متاسفانه میبینیم که بسیاری از انسانها هستن که در اون مرحله یک ماهگی موندن، یعنی همیشه، البته به دلیل صدماتی که خوردن و تبدیل شدن به موجوداتی که دچار بیماری های شخصیتی هستن، از جمله خودشیفتگی، و البته رنج میکشن بسیار خودشون در درون. اما اگر انسان در مراحل نخست پرورش بهش اون اعتماد و اطمینان و عرض کنم که اعتماد به نفس داده شده باشه، حرمت نفس، حرمت نفس یعنی اینکه او از بودن خودش لذت برده باشه، جهان رو در آغوش مادر با محبت او تجربه کرده باشه و به او احترام گذاشته شده باشه و احترام دادن و احترام گرفتن رو تجربه کرده باشه، اون وقت در شرایط بسیار ناخوشایندی هم میتونه هنوز به خودشکوفایی برسه. چرا این رو پرسیده دوست عزیزی؟ گفتن که شما گفتید که انسان هایی هستند که خودشون در مراحل پایینی نیاز هستند، نیازهای جسمانی دارن، مثلا افرادی که در زندان هستن، خودشون بیمار هستن، پوشاک کافی ندارن، غذای کافی ندارن، اما به دیگران محبت و مهربانی میکنن. چطور هست که انسانی که نیازهای اولیه‌اش برآورده نشده میتونه خودشکوفا باشه؟ دلیلش این هست که این انسان عشق کافی و وافی رو در زمان پرورش از مادر گرفته و از پدر، که نقش پدر از یک سال و نیم به بعد بیشتر رنگ میگیره و بعد البته جامعه هست و مدرسه هست و دوستان. خب دوستان عزیز، من از شما پوزش میخوام که متکلم وقت ناچار هستم در این برنامه ها باشم تا زمانی که با شما و با مهمانان عزیز برنامه باشیم. یک بار دیگه روز مادر رو به همه عزیزان خجسته باد میگم. اجازه بدید که با هم به یک میوزیک ویدیو که براتون انتخاب کردم از خانم شکیلای عزیز که خیلی دوستشون دارم و وقار و متانت ایشون رو بسیار میپسندم ببینیم. با ما باشید. گرمی آغوش امنه
بهترین مأوای من بود. باز مادرم منو صدا کن، صدا کن، صدا کن. فرشته بانو همیشه برام دعا کن. باز مادرم منو صدا کن، صدا کن، صدا کن. فرشته بانو همیشه برام دعا کن. که لذت برده باشید. بار دیگه روز مادر بر همه مادران عزیز و پدرانی که نقش مادر رو بازی کردن در زندگی و همه اونهایی که مادری کردند خجسته باد. عزیزانم، برنامه ما رو به اتمام. چند تذکر دارم. نخستان که این برنامه گفتن که بازپخش های مکرر داره، اما ساعتش رو نمیدونم. و دومان که بر روی فیسبوک حتما با هم تقاضا میکنم زمانی که برنامه رو بر روی فیسبوک میگذارم نظراتتون رو اختصار بفرمایید. خیلی بسیار خوشحال میشم. عرض کردم فیسبوک من رو چه نوشین ثابتی به انگلیسی بزنید و چه به فارسی، اون فیسبوک رسمی من هست، صفحه رسمی من هست و دوست داشتید لایک کنید. همون گونه که هفته پیش هم عرض کردم دوست نداشتید هم لایک کنید. و بعد صفحه های خصوصی هست، متاسفانه تقریبا هر دو پر هست و
شاید بتونم تعداد دیگر از دوستان رو بپذیرم و اون تنها به نام نوشین ثابتی هست. پیام هاتون رو بفرستید، ولی تقاضا میکنم توقع نداشته باشید که من به یکایک پیام های شما پاسخ بدم. در برنامه های آینده پیام های شما رو جمع‌بندی میکنم و اون تعدادی رو که به هم بیشتر نزدیک باشه و به اصطلاح پاسخش به هم نزدیکتر باشه برای شما اینجا بازگو میکنم و سعی میکنم پاسخی داشته باشم. نزدیک میشیم به روزهای تعطیلات، به روزهای عید، عید میلادی، عیدهای ایرانی و غیره یکی پس از دیگری. آهسته آهسته آماده میشیم، بچه ها رو آماده میکنیم و به داد خودمونم میرسیم، چون تمام واقعا تمام ایمیل هایی، چون میخواستم میگم شاید نه تمام ولی واقعا تمام پیام هایی که از شما میگیرم نشان از دلتنگی و افسردگی داره و زندگی نمیارزه. زندگی زیباست اما کوتاهه و باید به داد خودمون برسیم. لطفا کمک بگیرید. روانشناسان بسیار خوبی در ایران هستند، روانشناسان بسیاری در خارج از ایران در خدمت شما هستند. کمک بگیرید و امیدوارم که روزگاران بسیار خوب و خوش و شادی رو در پیش رو داشته باشید. تا درود دیگر، بدرود و پاینده ایران. جستجوی معنا